با سلام خدمت تمام بینندگان خوب شبکه مرکزی، امیدوارم که هر جای دنیا هستید روز و روزگار به شما خوش گذشته باشه، سلامت باشید، تندرست باشید. ما هم سپاس داریم خداوندی رو که یک بار دیگه به ما فرصت داد تا از این طریق تلویزیونی در خدمت شما عزیزان باشیم. شاید اطلاعاتی که تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم برای سلامتی شما مفید باشه. خدمت اون عده از بینندگانی که تازه به ما پیوستن، برنامه ما یک حالت تدریسی داره، تشخیص مریضی یا تجهیز اون نیست و من با توجه به تحصیلات من تا حد PhD در رشته طب ورزشی، علوم تغذیه، تربیت بدنی و بهداشت میتونم مسائل رو به صورت ساده تقدیم حضورتون کنم که برای هر سنی و برای هر کسی قابل درک باشه. خدمتتون عرض کنم به جا هست که از شما عزیزان تشکر کنیم، شما عزیزانی که با مسیج‌های بسیار زیبای خودتون منو شرمنده خودتون میکنید. به هر حال ما انرژی بسیار مثبتی از این مسیج‌های شما میگیریم. به جاست که از تمام دوستان که تازه به ما پیوستن تشکر بکنیم، خانم روزی از لس آنجلس و همینطور از خانم زهره خانم که همیشه حمایت میکنن برنامه ما، با احمد آقا و همینجور خانم پوران و آقای میما و دوستان بسیاری هستن، خانم هما، خانم نسرین، فرزانه، خانم پری، به هر حال هر اسمی رو که فکر کنیم بیننده ما هستن. نهایتاً در امروز من در رابطه با چگونه سموم بدن رو خارج کنیم در موردش برنامه قبلی یه ذره صحبت کردیم. امروز سعی میکنیم که یه مقدار راجع به کبد که چگونه سموم رو خارج میکنه و چه غذاهایی بخوریم کمک میکنه. البته خیلی غذاها کمک میکنه ولی ما تاپترین بهترینش رو تقدیم حضورتون میکنیم. خدمتتون عرض کنم که یه مسئله‌ای که بسیار مهمه، مسئله‌ای که باید خدمتتون عرض کنم اینه که ما به زودی فرصتی داریم که یه پاکسازی رو در بدنمون انجام بدیم، یه تغییراتی در رژیم غذاییمون بدیم، همزمان یک روزه‌ای هم بگیریم، چون به هر حال ماه مبارک رمضان داره میاد. حالا با توجه به هر عقیده و هر پیمان و مسلک و هر جوری که هستید، ولی یادتون باشه ما از نظر علمی راجبش صحبت میکنیم و این فرصت خوبیه. حالا این سمومی که در بدن هستن اصولا دو تا ارگان خیلی فعالیت دارن که این سمومو خارج کنن، یکی کبد، یکی کلیه. البته خب ارگان‌های دیگه هم کمک میکنن ولی نهایتا ما روی کبد امروز صحبت میکنیم، یا جگر به قول معروف. این کبد ما یه عضو تقریبا بزرگیه، یعنی اگر بخوایم از نظر داخل بدن در نظر بگیریم عضو بزرگیه. البته اولین عضو بزرگ بدن پوسته، ارگان خارجی ما پوسته و کبد نهایتاً میشه دومین ارگان بزرگ بدن، یا نهایتاً از نظر داخل بدن بخوایم حساب کنیم بزرگترین ارگانه. کبد ما خیلی خیلی مجهزه و یه ارگان بسیار بسیار موتیه و کمتر گله میکنه و سالها میتونه تحمل کنه غذای بد، رژیم بد و چیزی نگه و خودشو پاکسازی کنه یا خودشو شفا بده، ولی نهایتا یه حد و حدودی داره. ما خون ما که حالا 5 لیتر خون در بدن ما وجود داره، حالا یک کسی ممکنه یه ذره کمتر، یک کسی بیشتر، این 5 لیتر خون در هر دقیقه نزدیک 1 لیتر، شاید هم یه ذره بیشتر، وارد کبد میشه برای تصفیه یا فیلتر بشه، یعنی
سمومش گرفته شه. حالا شما نگاه کن، نگاه کنید، اگر که بنا باشه که هر دقیقه یه لیتر خون حالا بگیم بره، ما 5 لیتر خون داریم، پس در 60 دقیقه که 1 ساعته نهایتاً 12 بار تمام این خون ما وارد کبد میشه و خارج میشه و همزمان کبد این فرصت رو داره که تصفیه کنه. یعنی در 1 ساعت 12 بار این خون رو که وارد میشه کبد با تصفیه کنه. حالا چه کار سنگینیه براش؟ در 24 ساعته. یعنی اگه 12 رو در 24 ضرب کنیم یه چیزی حدود 288 میشه. بله، 288 بار این کبد ما این خون ما 5 لیتر رو در خودش هی تصفیه میکنه. حالا شما خودتون نگاه کنید، به خود ما اگر 5 لیتر آب بدن، مثلا توش یه آشغال یه چیزی سمومی هر چی داشته باشیم، 4 دفعه با ما بدن آقا اینو بیا مثلا فیلترش کن یا یه ذره سواش کن این چیزا رو توش درار، ما خسته میشیم میذاریم کنار، میگیم آقا بسه. حالا این کبد ما 288 بار این 5 لیتر خون ما رو هی در خودش تصفیه میکنه. حالا این در 1 روزه، حتی وقتی ما خوابیدیم. حالا نهایتاً این سمومیه که معمولاً از محیط خارج وارد میشه، میتونه از سمپاچیا باشه، ددته باشه، پستیساید باشه، میتونه از آب آلوده باشه، میتونه از غذای آلوده باشه، یا مواد فری رادیکال یا سمایی که در بدن تولید میشه در رابطه با سوخت ساز مواد غذایی بازدهی که میمونه، یا سمومی که توسط انگل ها، باکتری یا میکروب ها تولید میشه، یا عفونت ها، ورم ها، هر نوع ناراحتی که داخل بدن باشه، نهایتاً بازدهش یه سمومی هست. حالا شما حساب کنید چطور ما خود به خودمون باید جرأت بدیم که این کبدی که داره این کارا رو میکنه که ما رو سر حال نگه داره، خون ما رو فیلتر کنه که این خون آلوده به سموم جای مختلف بدن نره آلوده کنه. ما عوضی که بیایم کمک کنیم، مثلا بیایم آب پرتقال و آب نارنگی یا خود پرتقال نارنگی رو بخوریم که واقعا کمک کننده است برای خروج سموم، که واقعا ثابت شده این دوتا میوه جزء خانواد مرکبات هستن، بسیار بسیار مفیدن در مورد خروج سموم، کمک کردن به خود این کبد ما. ما این پرتقال نارنگی رو نخوریم، به جاش بیایم آبجو و مشروب و ویسکی این چیزا بخوریم، سیگار بکشیم. خب اینجا یه خطی بین دو نفر که یکی میخواد سلامت باشه یکی میخواد نباشه، این خط کشیده میشه. حالا ما در مورد این سموم، خب خیلی از سموم و بدن به اصطلاح در چربی ها ذخیره میکنه، نهایتا نتونه خروج کنه، و در خود کبد ما آنزایمایی وجود داره به اضافه یه سلولایی هست که تولید این آنزایما رو میکنن. این آنزایما خودشون کمک میکنن به پاکسازی کبد، یعنی به سموم خارج کردن. این آنزایما در بدن ساخته میشه، خود کبد سلولایی داره که اینا رو میسازه. حالا اگر یه موقع شما میبینید که شما میرید دکتر تشخیص میدن آقا کبد شما آنزایم پیش از حد میسازه و این خودش یه نوع بیماریه و چیز جالبی نیست، یعنی چی؟ یعنی اینکه کبد شما اشتباه کرده؟ یعنی بدن شما؟ نه، شما اینقدر سموم از مشروبات الکلی گرفته، چیزهای دیگه وارد بدن کردید، کبد اینقدر سموم آلوده شده در خودش جمع کرده، هی احتیاج داره این آنزایم ها رو تولید کنه بیشتر و بیشتر که این سموم رو خارج کنه. نهایتا خود بدن کارش رو داره درست انجام میده، چون احتیاج بیشتری به این آنزایم ها داره که داره تولید میکنه، ولی در ارتباط این مشکل
پزشکیه که بهش برخورد میکنی. پس اگر کسی که بره دکتر بگن آقا کبد تو آنزایم پیش از حد داره میسازه، یعنی چی؟ یعنی این تو بدنش سموم زیاده، یعنی وضع رژیم غذایش جالب نبوده و کمک به خودش نکرده، به جای اینکه بیاد آب پرتقال نارنگی بخوره مثلا آبجو خورده، شراب خورده، ویسکی خورده، سیگار کشیده و مسائل دیگه. حالا اینجا در رابطه با این ماهی که میاد، اگه ما بخوایم روزه بگیریم، خودش یه نوع فستینگه، یعنی ما یه فرصتی میدیم، یه استراحتی در یک طول زمانی به ارگانهای بدن خودمون میدیم که اینا هم استراحت کنن هم خودشونو پاکسازی کنن. یعنی به جای اینکه شروع کنن کارهای دیگر انجام بدن به خاطر غذا خوردنهای مکرر ما، حالا این فرصت رو دارن خودشونو پاکسازی کنن، خودشونو استراحت بدن. یعنی کسی که حالا سحری بلند میشه مثلا چهار نصف شب پنج، بعد دیگه غذا نمیخوره تار میشه، خودش یه زمان بزرگیه، تقریبا میشه گفت بیشتر از نصف روزه، و این فرصت میده که استراحت کنه. ولی این دلیلی نمیشه که حالا که این 12 ساعت مثلا غذا نخوردن، حالا افطار که شد خیلی زیاد بخورن، شب هم بخورن، نصف شب هم خیلی زیاد بخورن. نه، اینطور نیست. یعنی این که در این حال اون وعده هاشون باید غذای بسیار خوب باشه که کمک به تصفیه کبد و استراحت این بدن بکنه. یعنی اینکه بیشتر سراغ سبزیجات میوه‌جات برن، نه اینکه بگن حالا افطار شده ما 12 ساعت غذا نخوردیم، حالا هر چی دلمون میخواد میتونیم بخوریم. اگه یادتون باشه، حالا میگم این برای اون عده‌ای که از من خواسته بودن، من هر سال این کارو انجام میدم، پیش پیش یه کمک‌های از نظر روش غذایی و چه نوع غذایی بخورید که به کسایی که دوست دارن روزه بگیرن کمک بشه، این کار رو همیشه انجام دادم و این بارم امروز نوبتشه. شما وقتی که میخواید افطاری باز کنید، بلافاصله دیدید در قدیما پدر بزرگا مادر بزرگا یه لیوان آب ولرم میگن، میگفتن یه آب داغ بخوریم، یه چایی بخوریم. چرا؟ برای اینکه این 12 ساعتی که غذا نخوردن بدن خوش پاکسازی کرده، سموم خارج کرده، یک حالت اسیدی هم به معده و سیستم بدن داده. اینا بلافاصله آب داغ رو خوردن با اون شکوندن روزشون رو، که این کمک کنه نه تنها رسوبات و سموم خارج کنه سریع، بلکه حالت قلیایی به بدن بده. همین حرفی که من همیشه زدم، شما عزیزان رو گفتم صبح که خواب بیدار میشید یه لیوان آب ولرم با لیمو چکیده درش بخورید. این کاری که هر روز صبح خیلی از بیننده‌های ما انجام میدن و نهایتاً متوجه هم شدن چه کمکی بزرگی بهشون کرد، چه از نظر انرژی، چه از نظر اینکه سموم بهتر خارج شه، رسوبات بدن نمونه خارج شه. اینی که حالا اگر بخوایم در مورد موادی هستن که در بدن خود بدنم میسازه یا آنزاما، یا در رابطه با یه فاکتورایی هست، حالا B450 حالا اسمشو گذاشتن، اینها یه کمکایی به خروج کردن سموم میکنه و معمولا در زردچوبه این ماده پی یا آنزایمیه که P450، این تقریبا میشه گفت در زردچوبه خیلی به وجود داره، در زردچوبه زیاد داره. نتیجه این که زردچوبه حالت تحریک کننده ای هست که سموم رو خارج میکنه. حالا زردچوبه که میدونید خودتون خیلی خاصیت های خوب داره، اصلا زردچوبه غیر از این که برای ضد ورم، اصلا کورتیزوم طبیعی داره. و اگر یادتون باشه در گذشته ها وقتی که یه کسی دستش جا می افتاد، ورم می کرد یا می شکد، می اومدن زردچوبه رو با زرده، تخم و مرغ و دنبه و گوشت کوبیده اینا رو قاطی می کردن، می بستن. دو روز بعد می دیدید حسابی ورم ها رو گرفته و کمک زیادی هم به دردها کرده، برای اینکه به خاطر اینکه رای پوست
اون ویتامین های B12 و B6 از به هر حال گوشت و از تخم مرغ زردش وارد بدن شده، در این حال اون مواد که در زردچوبه هست وارد از راه پوست وارد بدن شده و این ورما رو جلوشو گرفته و کمک کرده. این چیزی بود که یادتون باشه شکست بندهای محلی این کار رو میکردن و اونا خودشون کایروپراکتور بودن، خبر نداشتن. و خدمتون عرض کنم که این مسئله سموم باید از بدن خارج شه. یکی از عللی که خیلی کسا سردرد میگیرن به خاطر که این سموم در فیلتر که نمیشه در کبد ما، از راه خون به مغز و جای دیگه وارد میشه و سردردها رو تحریک میکنه. حالا البته خب سردردها به خاطر منقبض شدن به اصطلاح این مویرک ها در به اصطلاح مغز ما هستن که شروع میکنه منقبض میشن و جریان خون و مواد اکسیژن غذایی کمتر میرسه به سلولای مغز و این ناخودآگاه باعث چی میشه؟ باعث شروع سردرد میشه. البته حالا که صحبت از سردرد شد، من خواستم یک اربی رو معرفی کنم. فیور فیو بهش میگن در آمریکا و البته این در فارسی بابونه گاوی بهش میگن و این بسیار بسیار مفیده. این اربی که من میگم حتی اثرش از آسپرین بهتره. آسپرین معمولا یه مدتی اثر میکنه بعد بی اثر میشه. این بابونه گاوی یا فیور فیو یه اربیه که در طبیعت هم وجود داره. این ارب جوشوندن و خوردنش بسیار کمک به سردرد، مخصوصا کسایی که میگرن دارن و مخصوصا کسایی که سردردشون به خاطر همین سمومیه که از راه خون وارد مغز شده و کبد خوب فیلتر نکرده. این ارب رو به خاطر داشته باشه یا یادداشت کنید و میتونید تهیه کنید. البته هر کی هم نتونست تهیه کنه از طریق ما میتونه تهیه کنه. و خدمتتون عرض کنم که اینو تو خونه داشته باشید مثل چایی و مخصوصا کسایی که ناراحتی میگرن دارن که واقعا وحشتناکه. این ارب بسیار خوبیه، آرامش میده، فشار خونم میاره پایین، ریلکس هم میکنه. خب حالا کبد ما، من در برنامه گذشته گفتم یه جوسی رو من ساختم که البته خب چهارشنبه معمولا من دم دستگاه رو میارم و جمعه ها برنامه فرق میکنه و این خدمتتون عرض کنم همونجوری که خدمتتون عرض کردم یه جوسی رو که من اینجا گرفتم معرفی کردم. حالا خیلی جوسای زیاد هست، خیلی چیزا هست، ولی از سبزیجات من خیار و لبو انتخاب کردم در کنار هویج. یعنی هویج و لبو و خیار و آبشو گرفتم. حالا اگرم میتونید، فرق نمیکنه واقعا چقدر خیار باشه، ولی میتونید به مساوات هم بریزید. مثلا اگر یک دو لیوان میخواید بخورید از هر کدوم فکر کنم 5 آنس کافی باشه یا 4 آنس. و این یکی از جوسهایی که از این سبزیجات گرفته میشه بسیار کمک میکنه به کبد برای ساختن اون آنزایمایی که خدمتون عرض کردم که تولید اون آنزایم ها باعث این میشه که کمک کنه سموم از کبد خارج شه. پس این جوس رو در نظر بگیر. حالا غیر از این که کمک میکنه به کبد برای تصفیه سازی کبد و پاک سازی کبد خودش، نهایتاً دارای پروتئین بسیار قوی هست این جوسی که من خدمتتون عرض کردم و پر از آنزایم و حتی برای گردش خون خیلی خوبه و برای کسایی که ریزش مو دارن، چون که خیار یکی از سبزیجاتیه که برای کسایی که ریزش مو دارن خیلی خوبه. من در آمریکا دیدم مادلا شاید روزی 2 پوند خیار میخورم. من خودم در سال 1900
حالا خب این صحبت موری زن و خیار اومد یه پوزی هم بدیم. در سال 1983 تا 85 من در آمریکا کار مدلینگ میکردم و به هر حال در یه برخوردی انتخاب کردم منو و یه قراردادی با کمپانی لیوایز داشتم برای 2 سال که با اونا کار میکردم و کارهای مدلینگ برای لباس انجام میدادم، بیشترم لباسهای وسترنی بود اینا. و خب اون موقع ما دانشجو بودیم، تازه اومد بودیم آمریکا، 4-5 سال پیش نبود و خب پول خیلی خوبی میدادن، خیلی کمک به ما کرد، چه برای تحصیلاتمون چه برای خودمون. و من یادم اونجا میرفتیم سر جایی که باید میرفتیم برای عکس برداری یا فیلم برداری، مدلای خانمو من میدم همیشه خیار میخورن و بر من اون موقع تعجبی نداشت و میدونستم که خیار واقعا خاصیتش خیلی خوبه، با پوستم میخوردن. و اینی که اگه کسی بتونه 4-5 تا خیار رو با پوست بشوره بخوره هیچ ضرری نداره، اصلا خیار یه حالتی داره که کلیه رو هم تصفیه میکنه و نهایتا نترسید، هیچ گونه اثری هم نداره. آقا من چاق میشم، اصلا خیار ابدا. و از اون تخم خیار گرفته، خود خیار، گوشتش و خود پوستش همه شفا بخشن و مخصوصا کسایی که قند دارن. حالا در این رابطه گفتم مدل‌های آمریکایی برای زیبایی پوست، ناخن و موشون میخورن به خاطر سیلیکان، سیلیکانی که در پوست این خیار وجود داره و همینجور ویتامین سی و پروتئینی که داره برای ساختن کلاژن، یعنی اون ترکیب ماده به اصطلاح پروتئینی که در رابطه با ضد چروک و پوست رو خوب محافظت کنه و تایت سف نگه داره که چروک نشه زیر پوست این کلاژن، این خیار نقش بسیار خوبی رو داره. حالا خدمتتون عرض کنم که چیز بدی هم نیست، ما که حالا تو ماست و خیار که عادت داریم که. و این بی خودم نبوده، از قدیم ماست و خیار هی میخوردن. خود ماست هم که خب جز فرآورده‌های شیر، تنها چیزی که واقعا که من از فرآورده‌های شیر میشه طرفش رفت ماسته و معمولا ماست بز، بزغاله بهترین ماسته، چون که مخصوصا در ژاپن تحقیقات زیادی کردن دیدن که شیر بزغاله خیلی خیلی شبیه شیر مادره، بسیار نزدیکه. و خب خود شیر مادر که میدونید مرغوب ترین شیره. و این نهایتاً پس ماست بز بسیار گوارا و بسیار سالمتر از ماستای دیگه هست. حالا برای همینم میبینید مثلا اگر یه بسته ماست گاو مثلا بخرید 2 دلاره ولی مال بز نزدیک 5 دلاره، همون مقدار. چرا؟ برای اینکه اول از این تعداد بزا کمترن، دو اینکه خب اونا مثلا بزغاله تا اون گاوه مثلا در یه روز ممکنه گاوهای آمریکا بهشون هورمون و اینا میزنن تا 150 کیلو شیرم میدن بعضیشون در یک روز، ولی اون بزغاله که انقدر نمیده که. حالا نهایتا تعدادشون هم کمتر از گاوه هستن، یک اینه دلیلش. دو اینکه خب فهمیدن که مرغوبیت شیر بز خیلی خوبه و ماستش هم نهایتا بهتره. در ایران هم من یادم به کسایی که سینه پهلو میشدن سیاه‌سفره میگرفتن از این مسائل پیدا میشدن، میگفتن برید شیر بز بگیرید بیارید بدن بخورن. حالا نهایتا این رابطه بود که در این مورد من خدمتتون عرض کردم که فراموش نکنید خیار بخورید. حالا خیار که خب کلیه رو هم تصفیه میکنه و چون کلیه جزء ارگانهای تصفیه کننده سموم بدن هست، نهایتا پس میتونیم خیار رو بذاریم جزء سبزیجاتی که به کبد کمک میکنه.
برای پاکسازی سموم، در کنارش هویج که بتا کراتان داره و اون هم کمک زیاد میکنه و همجور لبو یا چغندر. خدمتتون عرض کنم که در رابطه با صحبت سبزیجات میوه‌جو شد، من بارها این مسئله رو اشاره کردیم، حالا باز هم دوستانی سوال کرده بودن که آیا آب سبزیجات با میوه‌جات میشه مخلوط کرد. ما بارها خدمتتون عرض کردیم که میوه‌جات باید تنها خورد، حتی هندونه خربوزه رو باید جدا خورد، حتی با میوه‌های دیگه نمیشه قاطی کرد و این میوه‌جات رو میشه با هم قاطی کرد، ولی تنها میوه‌ای که معمولا راحت میشه با سبزیجات مخلوط کرد سیبه یا کرنبریه. ولی در مورد سبزیجات هم که با هم مخلوط همشون میشن، تنها سبزیجاتی که میشه با میوه ها آبورد قاطی کرد، نه با هندونه خربوزه، با مثلا با سیب، گلابی، پرتقال، معمولا کرفس و کاهوه. حالا اینکه در بعضی مواقع میبینید سالادایی میارن که کاهو داره توش استرابری ریختن، ترکیبه یا کرفس میخوره، ولی اگه براکلی و سیب زمینی و چیزای دیگه توش باشه بیان اون میوه رو بریزن، اونجا نمیخوره. حالا بازم برای جواب سوالتون شما عزیزان که چرا، برای اینکه آنزایم هایی که برای هضم اینا در بدن وجود داره با خودشون هم میان، اینها یه برخوردایی با هم میکنن اگر ترکیبا در نظر نگیریم، و این برخوردا باعث این میشه که این غذا خوب هضم نشه، بمونه زیادتر در بدن و نهایتاً باعث ساختن باکتری و قارچ و اینا باشه و دستگاه هضم رو یواشتر کنه. خیلی مثال ساده، حالا بخوایم مثلا حالا از نظر این که تجسم کن ببینیم، اینو خدمتتون عرض کنم. شما نگاه کنید مثلا آب رو با ماست قاطی میکنید، راحت قاطی میشه، دوغ میشه. حالا شما بیاید سرکه رو با ماست قاطی کنید، ببینید چه اتفاق میفته. میبینید؟ یا مثلا آب رو با شیر قاطی کنید راحت، و سرکه رو بخواید با شیر قاطی کنید میشه کن، اصلا یه حالت لخته لخته میده. اینو شما متوجه شدید که به چه صورت میشه. حالا اینا هم که در داخل بدن با هم برخورد میکنن، ترکیباش نمیخوره، یه تجسم اینجوری داشته باشید. حالا برگردیم سر کبد، و من قبل از این که من البته راجع به این مسئله رو ادامه بدم، میخواستم تشکر کنم دو تا مغازه ایرانی، یکیش در شهر کانکورد که نزدیک تلویزیون مرکزیه و این اسمش از گلدن چیکن، یه رستوران ایرانیه، غذای بسیار خوشمزه داره. خدمتتون عرض کنم که انواع غذای ایرانی رو میپزن، مخصوصا در ماه مبارک رمضان تدارک خیلی خوبی دیدن. برای شما عزیزانی که واقعا وقت ندارید سحری درست کنید یا فلان، البته تصویرم در تلویزیون میبینید غذای مختلفشون. اینها به قول آمریکایی‌ها فامیلی اپریشنه، یه خانم آقای ایرانی که با هم زن و شوهر هم هستن این مغازه رو میچرخونن. من خودم اونجا هر موقع حواس غذای ایرانی میکنم یا میرم اونجا، و اینها بسیار محیط تمیزیه، از نظر بهداشتی خیلی محیط تمیزیه، و به خاطر اینکه خب یه خانم ایرانی اونجا صاحبشه با همسرش. این در شهر کانکورد شماره 1701 مانیمنت بولوارد در یه شاپینگ سنتری است در کانکورد. شماره تلفنشون 925-680-1737، و اون نوع غذاهاشون رو میبینید، غذای ایرانی هم دارن. و نکته جالب این مغازه اینه که اینا از گوشتی استفاده میکنن که انتیبیوتیک هورمون به گوشتا زده نباشه، مخصوصا برای ایرانی های عزیز. و این مسئله هورمون یه مسئله بسیار مهمیه که به گاوها میزنن برای اینکه رشد سریع کنن
و گوشتاشون زیادتر بشه و بعدم برای اینکه مریض نشن انتیبیوتیک میدن، پرسیلین، و این گوشتی که شما میخوری آردی هورمون و پرسیلین اومده باهاش، یعنی شما دارید این دوتا رو میخورید. و مسئله دیگه این رستوران اینه که گوشت حلال نوشته. خب کلمه خیلی راحت، البته خب بعضی ها مثلا ممکنه زیاد ارزش یا اهمیت ندن به این مسئله، ولی حالا ما اصلا کاری به اسم و اینا نداریم. ما از نظر علمی بهتون میگم که چرا این نوع گوشتایی که به این صورت خوبه، چون معمولا گاف ها رو که میخوان بکشن اینا که تو صف واستادن و سر اینا رو همینجور اتوماتیک با دستگاه میزنن، اینها حس دارن، میفهمن و این همه موجودات حس دارن. ما انسان ها فکر میکنیم که فقط ما حس داریم، یعنی این حیوانات چیزی نمیفهمن. باور کنید خیلی خوب میفهمن، خیلی حسشون بعضیشون از ما هم بالاتره. شما نگاه کنید وقتی میخواد زلزله بیاد حیوانات قبل از ما متوجه میشن، مرغ و خروز و سگ اینا زوزه میکشن اسبا، ما تازه بعد از اینکه آوار رو سرمون ریخت بیدار میشیم متوجه میشیم. حالا در این رابطه این گاوا که تو صفن نگاه میکنن اینجوری، خب اینا میترسن و این ترس باعث میشه قدرت فوق کلیویشون های کورتیزوم و ادرنالین مثل انسان ها ترشح کنه، تو خون وارد میشه و چون اینا بلافاصله کشته میشن این هورمونا مصرفی نداره و نتیجه این که تو خون مونده و این خون در گوشت هست. چون اگر به حالت اون طریقه که میگن حالا مثلا زب اسلامی حالا اسمشو گذاشتن، اون طریق که همه خون خروج نشه، اونجا اون خونه که میمونه، اون خونه آردی درش سم وجود داره، این سموم در اون خون پرورش پیدا میکنه، همینجور که در گوشت هستن شروع میکنن به ساختن باکتری و میکروب ها. حالا اگه خود گاوه که اکولا هم داشته باشه، یه به اصطلاح باکتریه که درش وجود داره، چه بدتر، یا اینکه بیماری به نام مدکا، یعنی گاو دیوانه، یه بیماریایی هستن اینا دارن، بهشون هم پرسرین میدن. اینها این خون اینا در گوشت میمونه و نهایتا خب گوشت شما خونه میارید میبینید توش خون هست و برای همین بعضی خوب پاک میکنن دوباره خونو و این بعضی هم خب سرخ میکنن میبینید هنوز خونه هست و گوشت اینا و این میکروبا درش وجود داره. به خاطر این مسئله علمی صاحب شده، اینو ما نمیگیم. یا مثلا حالا اگه من بیام این مسئله رو به این صورت حلال یا بگم زبرسه، یه دوستان فکر نکنم ما مثلا داریم طرفداری یا جبهه‌گیری میکنیم. نه، اصلا از نظر علمی میگم که در اینجا هم ثابت شده و دانشمندا خودشون این مسئله رو ثابت کردن. چون بعضی مواقع بعضی از دوستان تک توک ما مثلا کلماتی رو میگیم، یه موقع خودشون میبرن به پس کوچه ها. ولی در اینجا این حسنم این رستوران داره که گوشت حلال استفاده میکنه و با اینکه گوشت گرونیه ولی هنوز این رستوران قیمتاش بسیار مناسبه. و این ایتالیا رو من خواستم بدم کسایی که در شهر کنکورد و والنات کریک پلزنتیل این دور بر هستن، حتما این رستوران رو برن ببینن و استفاده کنن و خدمتتون عرض کنم. چرا که به خود ایرانی هم وطنمون بیزینس ندیم و رستوران دیگه هم هست در شهر لاسکاتوس در سانوزه به نام روز مارکت، اونها هم غذای بسیار خوب ایرانی درست میکنن، اونها هم خانوادگی اپریشن میشه و اخیراً هم چون صاحبان اونجا برنامه های منو میبینن به منم زنگ زدن، ارادت داریم آشنا شدیم، در خدمتشون هم یه روز بودیم و حتی به خاطر ما برنامه های ما اومدن اونجا، دستگاه آب میوه گیری گذاشتن، جوس ها، آب میوه، آب هویج، آب پرتقال، تمام این آب میوه ها رو سبزیجات اونجا میدن، یعنی اونو اضافه کردن. خب این خودش خیلی خوبه، فقط اشکالش اینه که به ما عد باد بدن. حالا از چاتانوگا و آریان که خب این تلویزیون حمایت میکنن عد میدن،
اینا هم باید تشکر کنیم که این تلویزیون سرپا نگه می‌داره و این تلویزیون وقتی سرپا بشه خب بنده اینجا میام برنامه اجرا می‌کنم. حالا اگر این تلویزیون نباشه خب ما هم نمیتونیم برنامه اجرا کنیم. پس اینها حالا مستقیم غیر مستقیم در اصل دارن به برنامه من کمک می‌کنن و ما هم داریم به شما کمک می‌کنیم. حالا کسی که اون دور و بر هستن خیلی خوبه که رستوران‌های ایرانی برید ازشون حمایت کنید و ایرانی‌ها معمولا خب تمیز هستن، غذاشون هم خب دیگه سنتیه. آقا بعد شما دیگه سخته که بخوای یه چلی کباب درست کنی، بیشتر در میاد باور کنید. اینی که بالاخره ما همیشه گفتیم 80% سبزیجات میوه‌جات بخورید، 20% برای سنتی و غذای ایرانی همیشه گفتیم دیگه. حالا نگه چرا میگی چلی کباب بخور، چون اینا عد دادن. نه بابا جان، مسئله اینه که چون میخواید اون غذا رو باید بخورید و نوش جونتونم و وقتی هم میخواید بخورید به رستوران لذتشو ببرید. حالا از این دو رستوران هم تشکر میکنیم که البته گلدن چیکن برنامه ما رو حمایت خواهند کرد از این ما و یه تبلیغی به ما میدن که برنامه ما حمایت شه و روز مارکت هم که قولشو داده ایشاله میده. حالا از اینا بگذاریم، هر رستورانی که در هر ایالتی دیگه هم هست برید حمایت کنید. این ایرانی ها خوب اومدن رستوران زدن، رو راست بگم غذاشون ایرانی کردن، برای شما کردن دیگه، نمیدن ایتالیا جدی بر... یعنی یه سری از مشتریاشون از دست دادن، مشتریای آمریکایی و فلان اینا. البته اونام دوست دارم میخورن، ولی کلا که برای شما خدمت کنن و شما باید برید حمایت کنید دیگه. این خیلی مسئله مهمیه. من فکر میکنم خیلی خوبه همدیگر رو حمایت کنیم. حالا از اینایی که بگذریم برگردیم سر و این سمومی که گفتم. حالا من اتفاقا به روز مارکت گفتم هر کی بره اونجا 25 دلار خرید کنه یه نوشابه اسما رو بگید مجانی از این طبیعی آب پرتقال یا آب هویج، یه دونه به شما همونجا که هستید دارید خرید میکنید، یه آب پرتقال فرش جلو چشتون بگیرن بدن شما نوشی جان کنید. حالا خب توی این مغازه برید مرتب خریدای ایرانیتون کنید، هر دفعه یه لیوانم آب پرتقال یا آب هویج بخورید، خود به خود یه تعداد آب میوه به بدن شما زیادتر انجام میشه اتوماتیک. مثل من که اینجا میام چهارشنبه جوس میگیرم، خب یه سری هم زیادتر جوس میخورم دیگه. حالا شما فکر میکنید بر شما دارم این جوسا رو میگیرم؟ نه، بر خودم. حالا بگذریم، خدمتتون عرض کنم که این کبد ما البته دو تا اربم هست که در بازسازی این به اصطلاح سموم خیلی کار میکنه. یکی ملک تستل، اسم خارجی دندلیان روت، ما بارها گفتیم خار گل مریم، یا اون یکیش قاصدک اسمای فارسیشه. اینها اتفاقا این ملک تستل گلش حالت پرپل یا حالت ارغوانی گلش خیلی خیلی خوشگله، یعنی البته حالت بله دیگه میخوره به یه جورای آبیه تقریبا میشه گفت. و این اتفاقا این گل این مکتستل یک گل ملی اسکاتلنده. مثلا در خود کالیفرنیا یه گلای زرد است به نام پاپی سید، اینا سمبول به اصطلاح کالیفرنیا است، گل کالیفرنیا. و حتی اینم یادتون باشه اگه اومدید کالیفرنیا این گلا رو دیدید نکنید، $1000 جریمه شه. خدمتتون عرض کنم که آشغالم از ماشین بیرون بریزید $1000 جریمه شه. حالا خدمتتون عرض کنم که این گله، حالا چرا چجوری شد گل ملی اسکاتلند شد؟ بنا که این دانمارکی‌ها که می‌خواستن حمله کنن به اسکاتلند خیلی پیشا، خیلی وقت پیشا، این سربازای اسکاتلندی خواب بودن. این سربازای دانمارکی گفتن خب پوتیناتونو درارید که شب حمله میکنیم سر صدا نیاد، اینا خوابن، خواب باشن ما احاطهشون کنیم. وقتی اومدن روز اون محوطه پر این گلا بود، همین خار گل مریم یا ملک تستل، و اینا تیغای بسیار ناجوری داره که برگاش خودش، و اینا که پابرین اومدن رو اینا راه میرفتن این تیغا تو پاشون میرفت، اینا فریاد و دادشون به آسمان رفت. سربازای اسکاتلندی بیدار شدن و وقتی بیدار شدن شروع کردن با اینا مقابله، شکست دادن.
از اونجا فهمیدن این گیاه ملک تستل که گیاهیه که باعث پیروزی اینا شد، کشورشون از دست ندن. این حقیقت میگم، ما داستان نیست که فکر کنید من اینجا داستان ساختم، نه حقیقته. بعد اومدن گل این ملک تستل رو چکار کردن؟ کردنش گل ملی به اصطلاح اسکاتلند، مثل همین که گل به اصطلاح همین گل لاله دیگه، بله، این در هلند گل ملی شونه دیگه. خب حالا تولیپ، تولیپ میگن بهش، بله. خدمتتون عرض کنم که این مسئله ملک تستل یه ماده سلمرلین درش وجود داره که این همون ماده آنزایم پی 450 پی 450 رو قشنگ تحریک میکنه و کمک میکنه، و این ملک تستل بسیار ارب قوی برای پاکسازی کبده در کنار دندلیان روت، که ما معمولا اینا رو هم گلشو هم برگشو هم گیاهشو هم دانهشو داریم به صورت مخلوط که دم میکنید و میخورید. حالا کسایی که نتونستن پیدا کنن باز با ما تماس بگیرن. ما همیشه اینا رو میگیم و شما خودتون حالا میخواید دقت کنید میخواید نکنید، ولی واقعا کمک میکنه. یعنی کسی صبح شروع کنه به جای چای اینو درست کنه، لیمو هم بچکونه بخوره یه مدت، خیلی به کبدش کمک میکنه تصفیه بشه. و برای همینم میبینید یهو ناخودآگاه ما با کسایی که کار کردیم که کبد رو تصفیه کردیم، ناخودآگاه خوششون گفتن ما این سردردمون خوب شد. گفتن خب به خاطر این کبد و سموم بوده دیگه سردردشون، و خب حالا دیگه آزاد شدن، این سموم ها خارج شد، کمک شد به کبد، مسلما سردرداشون هم از بین رفت. حالا یک نوع سردردا که در رابطه با این به اصطلاح سموم هست. حالا حتی این گرد DDT که الان واقعا ممنوع شده، ما در ایران معروف بود DDT با این امشیا بود، امشیا هم رنگش زنگ بود، مگس کش بود. آقا این DDT رو میریختن تو این امشی، این امشی هم تلمبه داشت، البته دوستان میدونن چی رو میگم. بعد این خونه رو همینجور امشی میزدن، این مگس هم همینجور سقوط آزاد میخوردن زمین، گیج میشدن. حالا هر کی هم تو خونه بود اونم گیج میشد، و خدا میدونه ما چقدر امشی خوردیم. یعنی ما جنریشن DDT هستیم، جنریشن امشی هستیم، و اون سمومی که اون موقع وارد بدن ما شد شاید به خیلی از ما الان صدمه زده اگر خروج نشده، چون DDT خیلی سخته خروجش، و دشمن شماره یک به اصطلاح کبده. البته خب DDT این گردش هم بود، آبش تو امشی میاد، گردش هم در مبارزه با شپش استفاده میکردن، و این مسائل سوسک و موسک و اینا، خب اینا باعث میشد که برای مبارزه از این گونه مواد پستیساید و DDT و امشی و نمیدونم خدمتتون عرض کنم که از اینا استفاده میکردن برای مبارزه با میکروب ها یا این مگس. ریشه یابی نمیکردن، نمیگفت آقا این شر داره پوله رو خورده بود و این ماشین آشغال جمع کنی کم بود، یا این سپورابی چرا با این فرغوناشون میادن آشغال ها رو جمع کردن. مثلا یه فرغون کوچولو سوپره برداشته یه محل 100 نفری رو میخواد آشغالش رو مثلا بیاره ببره، شما حساب کنید آخه چه جوری میشه. خب این آشغالات جمع میشد تو این کوچه موچه ها، و اینا باعث پشو مگس اینا تولید میکرد. خب ریشه یابی نمیکردن، آقا باید خیر شهرداره رو بگیریم، به امشی چی کار داشتیم؟ به امشی میزدیم، باید همه جمع میشدن اونجا، هم شهردارای محلی داشت دیگه، شهردار منطقه 4. واقعا میگم ها، باید عوض که امشی بگیرن باید میردن خیر اون شهرداره رو میگرفتن. و این واقعا میگم اینها در مورد حالا ورزش میخواستم صحبت کنم که به خروج سموم کمک میکنه. میخواستم بگم مثلا این
سوپره بیچاره فعالیت میکرد، باغبونا فعالیت میکردن، گل میکاشتن، مثلا چمن رو میزدن، سوپره این آشغال رو میبرد، راه میرفت، بخواه اینکه آشغال تو فرغون میرسه اینجا تا محل شهرداری، ولی چقدر پیاده میرفت میامد. این سوپورا، این به اصطلاح باغبونا همه زنده هستن، شهردارا همه مردن، رفتن. این آبدارچی و کارگرا همه زنده هن. این مدیر کلا همه رفتن. این گروپ ها مروبان ها همه زنده هن. این تیمسار میمسار ها بیچاره همه خدا بیامرزه مردن رفتن. یعنی چرا؟ این شهرداری که صبح میمد پشت آفیسش میشست فعالیت نداشت که، همش پشت میز بود، با ماشین هم میرفتن میابردنش دیگه. بعد هم همیشه هم چلو کباب میخورد، چون اون بالاخره شهردار منطقه بود، اون دکون بازار ها اینا، یکی قصابه گوش فراش میابرد، اون یکی چلو کباب میابرد، هر روز هم میابرد. این هم دلش خوش بود که این گوشت ها مفتیه، هی میبرد خونه، آب گوش میخورد، کوفته میخورد، هی گوش میخورد، مفتی بود دیگه، شهرداره میخورد. اینو من حقیقت میگم، برای اینکه من منطقه شهردار خودم رو میشناختم. و یه دفعه من رفته بودم خدمتتون عرض کنم که ما موقع دانشجو بودیم، مبارزه با گرانفروشی بود، اتاق اصناف و این چیزا گذاشته بودن، بعد دانشجوها رو استخدام کرده بودن، حالا نه که پول بدن، گفتن دانشجو هر کی کارت دانشجو بیاره یه کارتی بهش میدن، مأمور نمیدونم اتاق اصناف بره بازرسی کنه گرانفروشا رو یا این مغازا رو. بعد من یادمه ما به ما هم داده بودن. بعد ما اولین کاری که کردیم اومدیم خیر اون بقال محلمون رو گرفتیم، آقا رحمت، خیلی گرون میفروخت و اونم خب کوچیک بودیم، میرفتیم، حالا دیگه دانشجو شده بودیم، بزرگ شدیم، رفتیم کارتمون رو نشون دادیم، بیچاره زرم زهره ترک شد. ولی به هر حال من یه دفعه رفتم توی شهرداریه، دیدم که این شهرداره پشت میز و فلان، بعد اصلا تکونم نمیخوره. بعد دیدم که این اصلا شورت پاشه، یعنی این شورت های کوتاه بود، شلوار پاشنی، ولی این کت و کراوات هم زده، مثل بیشتر این برنامه گذارا که دیگه وقت نمی کنن یک کراوات و کت و بالاشون خوبه ولی پایینشون دمپایی و شورت و شلوار اوتو نشده و فلان، ولی بالا خیلی میزوده. اینا یاد اون شهر داره منو میندازه. بعد من دیدم که آره، دیدم نه این چیز شده، فرستاده خوشیه بغل به اصطلاح شلوارشو سیز اوتو کله خوشی، مفتی بود دیگه که یه دونه همچین لبه هم بندازه. خلاصه این شهرداره همه چیش مفت بود، قناده این گوشت قصابه چلو کبابیه، آخه با شهردار منطقه رفته میفروشه میوه خریده، یارو ازش پول نمیگرفت که، شهرداره، از پاسبانه نمیگرفت، حالا از شهرداره بگیره. خلاصه اینا داستانایی بود. حالا میخواستیم اینا رو بگیم یه تنوعی باشه. برگردیم سر این مسئله که ورزش چرا سموم خروج میکنه کمک میکنه، حالا غیر از این که درد عضلات رو بین بره، برای روماتیسم خوبه، گردش خون رو خوب میکنه، همه چی اینا، چرا ورزش میگن ورزش زیاد بکنی، ورزش بکنید سمومتون هم بیشتر درد میشه؟ خیلی ساده است. یه این که ورزش میکنی عرق میکنی، خب سموم از عرق هم خارج میشه. دو این که گردشون خونتون سریع میشه و این سریع بودن گردش خون سریعتر در کبد هم انجام میشه و دفعات بیشتری خون تصفیه میشه. نهایت این که حالا غیر از این هم که اندورفین هورمونیه که بالا میبره که ما به اعصاب ما کمک میکنه، ریلکس میکنه ما رو. زمانی که ما سموم خارج میشه باید بدن ما ریلکس باشه، ما در یک آرامش بسیار خوبی باشیم. برای همینه که واقعا کسایی که روزه میگیرن باید آرامش داشته باشن، ریلکس باشن که کمک بشه. خلاصه پس نتیجه بندی بکنیم اینه که ما به این نتیجه رسیدیم که کبدمونو باید پاکسازی کنیم. حالا در کناره که خب عناب خوبه، خدمتتون عرض کنم آب زرشک خوبه، آب آلبالو خوبه، اینا همه برای کبد خوبه، بحثی نداره. ولی من چند تا ایربو گفتم، یکی اون مسئله مکتسل و دندلین رود بود و وقتی هم سموم داره خارج میشه، تو خون ریخته میشه، خارج داره میشه، معمولا سردردم انسان ها میگیرن. فیور فیو بابونه گاوی رو گفتیم، اونم دم کنم بخورم برای جلوگیری از سردردها.
نهایتاً گفتیم آب لبو و خیار هویج خیلی خوبه، دو سه لیوان در روز خوردن. حالا در کنارش زردچوبه خیلی خوبه تو سوپا بریزیم بخوریم. و در زمانی که سمومم خارج میکنیم باید مواد گوشتی کمتر بخوریم و همینطور سعی کنیم مشروبات الکلی نخوریم، سیگار نکشیم، ورزش زیاد کنیم، آب زیاد به بدن برسونیم. اینا همه به ما کمک میکنه نهایتاً ما بتونیم سمومو خارج کنیم، کبدمونو سالم نگه داریم، سبکترش کنیم، نهایتاً کبد بتونه کارهای دیگه‌اش هم انجام بده. کبد شاید تا حالا ثابت شده بالاتر از 1400-500 تا کار انجام میده و اینی که 1200 تا پروتئین فقط میسازه، 200 تا هم کارهای دیگه، آنزایم میسازه، نمیدونم زرداب میسازه. و یه نوع هم یکی از مسائل دیگه هم که در مورد خروج سمومیه که کبد میخواد خروج کنه اینی که از طریق زرداب خودش خارج میکنه. یعنی کسایی هم که باز میبینن که زرداب زیاد دارن و ناراحتی هم ایجاد میکنه، اونا کسایی هم که سموم کبدشون بالاست. البته در اینجا یه نکته هم اشاره کنم، کیسه صفرا در رابطه با اینی که کبد میخواد سمومش خارج کنه یک عضو مؤثر و کمک کننده به کبده. چرا؟ برای اینکه سمومی که بدن از طریق زرداب میخواد خارج کنه این کبد در خودش نگر نمیداره، وارد کیسه صفرا میکنه، در اونجا انبار میشه و از کیسه صفرا توسط یه تیوبی یه لوله‌ای به اول روده کوچیک میاد که حالا نه تنها که به هضم چربی‌ها و اینا کمک میکنه در تجزیه اونا و اینا و این زرداب یکی از کارهای مهم میشینه، ولی اینجا یه نکته که ایجاد میشه اینه که کسایی که به اصطلاح سنگ کیسه صفرا میسازن اینا این مشکل رو پیدا میکنن که امکان این که خیلی کسایی که سنگ کیسه صفرا دارن انسانهایی هستن که سموم در کبدشون زیاده، خروج نمیشه. چرا؟ برای اینکه وقتی که کیسه صفرا سنگ میسازه بعضی این سنگا عبور میکنه میاد در داخل لوله یا جلوی این لوله رو میگیره که زرداب میخواد عبور کنه. یک، ممکن هستم به طور کل 80% جلوگیری از عبور زرداب بکنه این سنگا در این لوله جمع شه. دو، امکان زیادی داره که خیلی یواش کنه مرحله این عبور زردابو و معمولا خب این مهمه که این مسئله رو هم در نظر بگیریم که من در یک برنامه در یه رابطه خدمتتون عرض کردم که کسایی که میخوان کیسه سنگ صفراشون رو بشکنن اگر روزی دو لیوان آب گلابی بخورن خیلی کمک میکنه. البته چیزهای دیگه هم هست ولی ثابت شده آب گلابی خیلی خیلی در شکستن کیسه صفرا کمک میکنه. حالا بگذاریم که خود گلابی و سیبم جزء میوه‌هایی هستن که کمک به خروج سموم میکنن، برای اینکه ماده‌ای به نام پکتین فایبر بسیار مهمی رو دارن. این فایبر هم در سیب و گلابی قابل حل در آب، یعنی واتر سولوبل، هم قابل حل به اصطلاح در وقتی در آب هست، یعنی در خونم قابل حل، بعضیشون هم قابل حل در آب نیستن و این معمولا این فایبرها در روده بزرگ به این سمومی که میخواد از طریق زرداب خارج شه یا از طریقای دیگه که مدفوع، اینا میرن به این سموم میچسبن، به این باکتریا اجازه نمیدن که دوباره جذب بدن بشه، وارد مویرک ها بشه و بعد وارد رگ و وارد کبد دوباره بشه و اینا رو خروج میدن. پس فایبر هم یه نقش مهمی در خروج سموم بدن داره. پس گلابی و خود سیب که فایبر بالایی دارن و واتر سولوبل و غیره اونم دارن خوبه. حالا یه سبزی دیگه هم که به صورت گله که ما ایرانی‌ها کمتر میخوریم، حالا غیر از اینکه کلسترول میاره پایین و آبی که ما اونو میجوشونیم درش فشار خونم میاره پایین، این سبزی
به نام آرتیچوک که در ایران میگن کنگر فرنگی، الان هم در ایران هم میفروشن مدام شده. در اینجا ما زیاد داریم، اینا رو بخرید بجوشونید، آبشو بیرون نریزید، آبشو میتونید با چای درست کنید یا لیمو بچکونید بخورید، فشارتون بیاد. اصلا باور کنید ما حالا در مورد کرفس که من به خیلی از دوستان گفتم، الان دیگه فشارشون تنظیم شده با کرفس، ما گفتیم خدمتون. و حالا حتی برگ‌های زیتون، اصلا برگ‌های زیتون رو بجوشونید آبشو 6 هفته بخورید، فشارتون کاملا ادجاست میشه میاد پایین. من بارها خدمتون عرض کردم باید کسایی که تحت داروهای شیمیایی هستن مادام نباشن، با کمک دکتراشون و تغذیه و برنامه مثل ما یا خود شخص من تماس بگیرید، ما کمک میکنیم شما رو دراگ فری کنیم و همیشه نمون. چون خب یکی از مهمترین مسائلی که کبد باید مبارزه کنه در رابطه سمومی که وارد بدن میشه، همیشه گفته شده و نوشته شده از دارویای شیمیایی سموم خیلی خیلی اذیت کبد میکنه. حالا کسی که 20 ساله داره دارویای شیمیایی میخوره کبدش سموم زیاد داره، حتی این کبد در خودش ذخیره میکنه نگه داره. مثلا یکی که کومدین میخوره کبد در خودش ذخیره میکنه، اگه امروز کومدین رو بذاره کنار تا 6 7 ماه دیگه هنوز اثرات کومدین در خونش هست که موجب حالا خونریزی یا کما هم میشه، این کومدین عوارض جانبی شه. اینا رو واقعا با دکتراتون میرید قرص میدید، زود مثل نقل و نبات قبول نکنید بخورید، یه ذره صحبت کنید بگید آی دکتر من چند مدت باید بخورم، مثلا حالا من به جای شما باشم این کار بود. من که خودم نه قرص خوردم نه خدا رو شکر دکتر نرفتم، یعنی من خودم دکتر خودم هم دیگه، دکتر احتیاج ندارم برم که. ولی کلا میگم من که حالا یه تصادفی خدا نکرده دارم بکنه ایمرجنسی باشه دیگه دست خودم نیه، ولی کلا من اصلا قرص نخوردم تو عمرم، حالا ممکنه بچه بودن به من دادن من یادم نمیاد، ولی نهایتا من خودم معتقدم که این داروهای شیمیایی به قول ادیسون یا بزرگان چیز جالبی نیست و شما باید به دکترتون میرید به این صورت صحبت کنید آقای دکتر سلام علیکم حالتون خوبه، خب شما تشخیص دادید که من آزمایش کلسترول من یه ذره بالاست، حالا این چانسی هست قبل از اینکه ما این لیپیترا رو بخوریم مثلا با رژیم غذایی مثلا 2-3 ماه سعی کنیم، اگه نشود بیایم سراغ قرص ببینید چی میگه. بعدم اگه گفت آره که خب خیلی خوب، اگه گفت نه همین الان باید بخوری، همین الان باید بخوری، بگو که خیلی خوب آقای دکتر این قرصی که الان برای من برای کلسترول دادی، این قرصی که برای فشار دادی، این قرصا عوارض جانبی داره، یعنی ثابت شده که خیلی مشکل ها ایجاد کنه و خیلی کسا به اصطلاح تلف شده باشن خوردن این قرصا، و ببینید چی میگه. اگه گفت نه بگو پس چرا این آمار اینا نشون میده سالیانه بیشتر از 100,000 نفر همینجوری از بین میرن و اینا و این داستان ها چیه اینا، و یه ذره با هم صحبت کنید. بعد آپشن ها یعنی اختیارات دیگری رو هم برای خودتون ایجاد کنید، و اینی که من یا اینکه سوال کنید که آی دکتر ببخشید چند مدت من روی این قرص باید باشم، ما تا آخر عمرم یا 2 سال 3 سال، و اینا رو باید بگید و این مسائل رو باید دقت کنید و نگاه کنید میبینید که تمام این قرص ها رو نوشتن از دسترس بچه ها خارج نگه داری، حتی منظورشون بچه 16 ساله هم هست. خب چرا؟ برای اینکه اینا خطرناکه. آخه مثلا من به شما بگم آب هویج بخورید، آب کرفس بخورید، نمیتونم به بچه 3-4 ساله 2 ساله بگم آب هویج آب کرفس بخوره یا 16 ساله میتونم بگم، ولی چرا اونا میگن نگه دارید؟ حتما یه سم دیگه یه چیزی هست که میگن خطر داره، حتی آسپرین رو میگن به بچه ها ندید، یه مرض ری سیندرومه که بچه ها از آسپرین میگیرن. حالا منظور من اینه که اینو باید مواظب باشید، مثل این میمونه که شما
ببینید در تهیه غذاتون وقتی شما یه سفره پهن کردی، این سفره که پهن کردی مثلا پدر بزرگ 85 ساله نشسته، خودتون نشستید 50 60 سالتونه، بچه‌هاتون 20 ساله 8 ساله نشستن، خانومتون 45 ساله نشسته، سنای مختلف نشستن، ولی شما اومدی یه غذا درست کردی گذاشتید تو سفره همه با هم بخورن، آیا فکر میکنید این غذایی که شما پختید، اون نوع کارهایی کردید، چربی و فلان و اینجوری همه رو پختید، آیا این برای همه قابل تحمله؟ یعنی اون بچه 16 ساله میخوره تحملش کنه، اون 85 ساله میتونه تحمل کنه؟ نه، بنک سیستم اون پدر بزرگه فرسوده تر از 16 ساله، آنزایماش کمتره، دستگاه گوارش تنبله، مشکل داره، فشار داره، اون نمیتونه همون غذا رو بخوره. ولی وقتی میایم تو سبزیجات و میوه‌جات و آب میوه‌جات دیگه این مسئله وجود نداره. سر سفره اگه سالاد بذارید فرق نمیکنه بچه 3 ساله 16 ساله و مادر پدر بزرگ 85 ساله بخوره، همشون استفاده مثبت میبرن و هیچ کدومشون برای هیچ کدومشون خطرناک نیست. ولی اگر اونجا کشک بادمجون گذاشته باشید، اون بسیار مشکله برای هضمش برای مادر بزرگ 85 ساله ای که با روماتیسش میجنگه. آقا این روماتیس اینا رو داره، ندید کشک بادمجون، یه غذای خوب بدید، آب کرفس بدید، آب سیب بدید، سبزیجات بدید، سوپ زردچوبه ای بدید، بعدم چیکار کنید؟ یک آهنگ قشنگ بذارید از این خواننده‌هایی که میخونن، آهنگایی که مال رقص انرژی هم میده، با این آهنگا برقصید. البته وقتی غذا میخورید معمولا 15 دقیقه نباید کاری کنید، باید بشینید، بعد 15 دقیقه خواهش میکنم بلند شید برقصید. تو مهمونی‌ها برای همینه دیگه، میذارن آهنگا رو میرقصن. حالا برنامه ما هم وقتش تموم شد، از اتاق فرمان هم خواهش میکنیم حالا یک دونه از این آهنگای خوب رقصدار انتخاب کنم به سلیقه خودشون، و شما هم که هنوز شام نخوردید، اینا که تو کالیفرنیا شیشه، شما هم که در ایالت‌های دیگه هستی الان شامتون رو خوردید، نیم ساعت هم از خوردید، با این آهنگ بلند شید از جاهاتون که این کلسیوماتون رو از دست ندید، الان یه ساعت جلو برنامه من نشستید، بلند شید با این رقص یک تکونه بدید، ما هم با عزتون در استودیو یه ورزشی با این رقص می‌کنیم. روز روزگار با شما خوش.